پس از حمله حماس و حزب الله جمهوری اسلامی در تیررس اسرائیل. انفجار خبری در سخنان جدید پزشکیان در سازمان ملل و بوی تغییرات بزرگ در حاکمیت. برکناری پدرخوانده حزب الله لبنان از سوی علی خامنه‌ای. درود بر شما که پاسداران شرف و افتخار این سرزمین اهورایی هستید. آنان که مشعل روشنایی و امید را در تاریکی به دست دارند. به ایران دیلی خوش آمدید. پس از حماس و حزب الله جمهوری اسلامی در تیررس اسرائیل قرار می‌گیرد. حملات حیرت انگیز اسرائیل به حزب الله از طریق پیجرهای انفجاری و بیسیم‌ها، خلاقیت و زیرکی نیروهای اطلاعاتی و دفاعی تل آویو و توانایی آن را برای ضربه زدن به قلب مناطق تحت نفوذ دشمنانش، به ویژه در میان فرماندهان ارشد حزب الله و نماینده متحد رژیم ایران در لبنان، نشان می‌دهد. این عملیات وخامت قابل توجه سیستم و نظم فرماندهی و کنترل داخلی حزب الله را در کوتاه مدت آسیب پذیر کرده است. برای آمریکایی‌ها کشته شدن ابراهیم عقیل، رهبر ارشد حزب الله، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا او مسئول بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در غرب بیروت در سال 1983 و بمب‌گذاری پادگان تفنگداران آمریکایی و سربازان فرانسوی شرکت کننده در نیروی چند ملیتی حافظ صلح به دعوت دولت لبنان بود. با کشته شدن چنین فردی حداقل عدالت در حق او اجرا شده است. علاوه بر حذف ابراهیم عقیل، قتل اسماعیل هنیه رهبر حماس در محوطه امن در قلب تهران توسط اسرائیل قطعاً خشم دشمن اصلی اسرائیل یعنی جمهوری اسلامی و عوامل تروریستی آن را که مستقیم مورد هدف قرار گرفتند به شدت برانگیخته است. اگرچه آینده اوضاع در خاورمیانه نامشخص است، اما این لحظه فرصتی ایدئال برای اسرائیل است تا در پاسخ به استراتژی حلقه آتش از جمهوری اسلامی و متحدان آن انتقام گرفته و ضربات خود علیه رژیم ایران و نیروهای وابسته به آن را تشدید کند. اکنون برنامه هسته‌ای ایران ممکن است با بزرگترین تهدید روبرو شود. پس از عملیات معروف به تماس تخت یا عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب الله، اسرائیل حملات بزرگ علیه اهداف حزب الله در لبنان انجام داد و مشخص نیست که آیا این حملات پایان یافته یا صرفاً مراحل آغازین یک تلاش بسیار بزرگتر ضد تروریسم علیه حزب الله با هدف وارد کردن آسیب بیشتر به این گروه و کاهش توانایی‌ها و قدرت تهاجمی این گروه شبه نظامی است. با این حال، زرادخانه عظیم حزب الله که عمدتاً توسط رژیم ایران تامین مالی می‌شود و همچنین نیروهای زمینی و شبکه‌های تونل‌های آن در دره بقا و سایر نقاط لبنان، آن را به تهدیدی مستمر تبدیل می کند که در کوتاه مدت از جمهوری اسلامی در ایران برای اسرائیل خطرناکتر است. سازمان سیا به طور علنی تخمین می زند که تروریست های حزب الله لبنان ممکن است تا 150 هزار فروند موشک از انواع مختلف داشته باشند. بسیاری بر این باورند که بقای اسرائیل مستلزم مهار کردن یا از بین بردن حزب الله قبل از انجام هر گونه اقدام نظامی بزرگ و مستقیم علیه رژیم ایران است. از 8 اکتبر 2023 به دنبال حمله وحشیانه حماس به اسرائیل، ادامه بمباران موشکی توپخانه حزب الله در شمال اسرائیل، حدود 6000 شهروند اسرائیلی را مجبور به ترک خانه‌ها، مزارع و مشاغل خود کرده است و آشفتگی‌های اقتصادی بزرگ ناشی از آن به عنوان ادامه تهدید علیه شهروندان شمال اسرائیل ارزیابی می‌شود. همین دلیل باعث شد که مقامات تل آویو در 16 سپتامبر اعلام کنند که بازگشت افرادی که مجبور به فرار از شمال شدند، هدف اصلی این جنگ ملی شده است. اسرائیل طی سال گذشته برنامه‌های عملیاتی در شمال را کاملاً محرمانه نگه داشته و همین موضوع پیشبینی قطعی تحولات آینده را دشوار کرده است. در رابطه با حماس، تحول قابل توجهی که پوشش کافی برای آن صورت نگرفته است این است که به نظر می‌رسد دولت بایدن تا حد زیادی امیدهای خود را برای مذاکره برای برقراری آتش‌بس در غزه حداقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 کنار گذاشته است. در واقع اسرائیل و حماس اهداف متضاد و آشتی‌ناپذیری داشته و دارند. اسرائیل در ازای گروگان‌های خود با آتش‌بس موقت و آزادی برخی زندانیان فلسطینی موافقت کرده بود، اما حماس خواستار پایان کامل جنگ و خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تقریباً جایی برای رسیدن به تفاهم وجود ندارد. بر این اساس اسرائیل به تلاش‌های خود برای هدف قرار دادن فرماندهان ارشد باقی‌مانده حماس و تضعیف و نابودی قابلیت‌های نظامی این گروه ادامه خواهد داد. همچنین به نظر می‌رسد که حمله اسرائیل علیه حلقه آتش وابسته به تهران فقط یک استراتژی اولیه برای هموار کردن راه شکست تحقیرآمیز رژیم ایران است، زیرا تسلط تهران بر غزه چیزی جز ایرانی به همراه نداشته است. بنابراین پیامدهای عملیات انفجار پیجرها علیه حزب الله احتمال حمله مستقیم اسرائیل به تهران را افزایش داده است.
مسعود پزشکیان در سخنرانی سازمان ملل هم خامنه ای را کنایه باران کرد. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به استبداد حاکمان کشورها تلویحاً علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و به نقل از امام اول شیعیان گفت که با تمام وجود به مردم مهر بورز و مبادا که با مردمان تحت فرمان خیش با خشونت رفتار کنی. سال گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. مردم ما در انتخاب من به شعار محوری وفاق ملی رأی دادند. این شعار منطبق بر دستور خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم است. مطابق آموزه های قرآن در آفرینش انسان ها همگی از یک ریشه هستند، پیامبران آمده اند که اختلافات را بر مبنای کتاب حل و فصل کنند. انسان ها اختلاف نمی کنند مگر آنکه زیاده طلبی و تمامیت خواهی آنان را از راه حق دور کند. امام علی علیه السلام در خطاب به یکی از فرمانداران می فرماید با تمام وجود به مردم مهر ببرس، محبت کن و لطف خود را شامل حال آنان بگردان. مبادا با مردمان تحت فرمان خیش با نامهربانی و خشونت برخورد کنی، زیرا مردم دو دستند، یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو برابر. رسالت همه پیامبران استقرار و گسترش حق و عدالت در جامعه انسانی بین همه انسانها بدور از رنگ، نژاد، جنسیت و زبان بوده است. صلح و امنیت در جهان مستقر نخواهد شد مگر اینکه حقوق همه انسانها، جوامع و ملتها در چارچوب عدالت و انصاف رعایت شود. سوال اینجاست که آیا علت جنگ و خونریزی که در دنیای امروز در جریان است غیر از این است که متجاوزی به حقوق دیگران تجاوز کرده است؟ حقوق ملتی را نادیده گرفتند، تبعیض و نابرابری را اعمال کردند، گروهی را در ضعف و عقب ماندگی نگه داشته و حق و حقوق دیگران را نادیده انگاشتند. تا زمانی که بی‌عدالتی، ظلم، زیاده‌خواهی، فقر در جهان و در منطقه حاکم باشد، جنگ و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد. ما تا به ریشه های این نابسامانی‌ها نپردازیم، نمی توانیم آینده فرزندانمان را از تاریکی و نابودی نجات دهیم. آقای رئیس، من با برنامه مبتنی بر اصلاحات، وفاق ملی، تعامل سازنده با جهان و توسعه اقتصادی وارد کارزار انتخابات شدم و موفق شدم اعتماد هموطنانم را در پای صندوق‌های رأی جلب نمایم. من قصد دارم بنیان‌های استوار برای ورود کشورم به عصر جدید و نقش‌آفرینی سازنده و مؤثر در نظام در حال ظهور جهانی پایگذاری کنم. موانع و چالش ها را برطرف و مناسبات کشورم را بر اساس ملزومات و واقعیت های دنیای امروز سازماندهی نمایم. آقای رئیس، مردم جهان در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند. ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی میگویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه میگویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلومات ها و مهمانان ما را در سرزمین ما ترور می کنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می کند. در مقابل ایران از جنبش های آزادی بخش و مردمی حمایت کرده است که 4 نسل از قربانی جنایت و استعمارگر رژیم اسرائیل بودند. ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات می کنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم می کنیم.
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمیماند و مسئولیت عواقب آن با دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می‌ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند. تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. ما معتقدیم با چنین سازوکاری می‌توان به صلحی پایدار رسید. تنها از این طریق است که مسلمان، یهودی و مسیحی می توانند در سرزمین واحد و در آرامش و به دور از نژاد پرستی و آپارتاید در کنار هم زندگی کنند. عالی جناب، به تاریخ معاصر منطقه نگاه کنید. ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است. تنها در برابر تجاوز دیگران قهرمانان از خود دفاع نموده و متجاوزان را پشیمان ساخته است. ایران سرزمین هیچ ملتی را اشغال نکرده است. چشم به منافع هیچ کشوری نداشته است و بارها برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه طرح‌های گوناگون به همسایگان و مجامع بین المللی پیشنهاد داده است. ما از ضرورت اتحاد منطقه و تشکیل یک منطقه قوی سخن گفته ایم. منطقه متحد و قوی بر چند اصل استوار است. اول اینکه بپذیریم همسایه ایم و به لطف همسایگی همواره در کنار هم باقی خواهیم ماند. حضور قدرت‌های خارجی در منطقه موقتی و منشأ بی‌ثباتی است. توسعه و پیشرفت ما و شما به یکدیگر گره خورده است. برون سپاری امنیت به کشورهای فرامنطقه‌ای به سود هیچ یک از ما نیست. دوم اینکه نظم جدید منطقه باید فراگیر و به سود همه همسایگان باشد. نظمی که منافع تک تک کشورهای همسایه را تأمین نکند نمیتواند پایدار باشد. سوم اینکه کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابت‌های فرسایشی و مسابقه تسلیحاتی هدر دهند. منطقه ما از جنگ، تنش‌های فرقه‌ای، تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، کمبود آب، بحران پناهندگی، تخریب محیط زیست و مداخلات خارجی رنج می‌برد. ما می‌توانیم با هم به این چالش‌های مشترک برای تأمین آینده‌ای بهتر نسل‌های بعدی رسیدگی نماییم. من رئیس جمهور کشوری هستم که در تاریخ معاصر خود بارها در معرض تهدید جنگ، اشغال و تحریم قرار گرفته است. هیچگاه دیگران به کمک ما نیامدند. به اعلام بی‌طرفی ما اعتنایی نکرده و حتی به کمک متجاوز آمدند. ما به تجربه آموخته‌ایم که تنها می‌توانیم به مردم و توانمندی‌های بومی خود متکی باشیم. جمهوری اسلامی ایران مصمم است به تأمین و تضمین امنیت خود، نه ایجاد ناامنی برای دیگران. ما خواهان صلح برای همه هستیم و با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداریم. ما خواستار صلح و امنیت پایدار برای مردم اوکراین و روسیه ایم. جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری‌های نظامی در اوکراین از هر گونه راه حل صلح‌آمیز حمایت می‌کند و معتقد است تنها از طریق گفتگو این بحران خاتمه می‌یابد. آقای رئیس، در جهان به هم پیوسته کنونی امنیت و منافع یک کشور با نابودی امنیت و منافع دیگران هرگز تأمین نخواهد شد. ما نیازمند نگاهی جدید برای حل مسائل جهانی هستیم. چنین نگاهی میبایست به جای تهدیدها بر فرصتها تمرکز کند. بر مبنای همین منطق
منطق تعاملی میتوان فرصتهای جدید را برای همکاری پدید آورد. ایران و قدرتهای جهانی با نگرشی فرصت محور به برجام دست یافتند و ما در برابر شناسایی حقوق ایران و رفع تحریم ها بالاترین سطح از نظارت ها در حوزه هسته‌ای را پذیرفتیم. خروج یک جانبه ترامپ از برجام نشانگر دیدگاه تهدید محور در عرصه سیاسی و نگاه قدرت محور در عرصه اقتصادی بود. تحریم های یک جانبه مردم را هدف قرار داده و در پی نابودی بنیان های اقتصادی ایران است. هدف امنیت سازی ایران است و نتیجه آن ناامنی برای همه. سیاست فشار حداکثری زمانی علیه ملت ایران به کار گرفته شد که ایران به گواهی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به تمامی تعهدات برجامیش عمل کرد. ما آماده تعامل با اعضای برجامیم. اگر تعهدات برجامی به طور کامل و با حسن نیت اجرا شود میتوان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد. در اینجا خطاب به مردم آمریکا میگویم این ایران نیست که در کنار مرزهای شما پایگاه نظامی ساخته است. ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو می شود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظامی ایران را در فرودگاه بغداد ترور می کند. پیام من به همه دولت‌هایی که راهبردی غیر سازنده در قبال ایران در پیش گرفته‌اند این است که از تاریخ درس بگیریم. ما می توانیم از این محدودیت‌ها فراتر رویم و دوران جدیدی را آغاز کنیم. این دوران جدید با به رسمیت شناختن دغدغه‌های امنیتی ایران و همچنین کار مشترک بر سر مسئله‌های مشترک شروع می شود. تحریم‌ها سلاحی مخرب و غیر انسانی هستند که با هدف فلج کردن اقتصاد کشور اعمال می شود. محرومیت از دسترسی به داروهای حیاتی یکی از دردناکترین پیامدهای تحریم که جان هزاران انسان بیگناه را به خطر می اندازد. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بلکه جنایتی علیه بشریت است. ملت ما در طول سالهای گذشته با تحمل سختی‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها نشان داده است که در برابر ظلم و ستم ایستادگی می کند. اگرچه زخم‌های ناشی از تحریم‌ها بر پیکره جامعه ما عمیق است، اما مواجهه با این تجربه تلخ ما را به ملتی قوی‌تر با اراده‌ای پولادین و خودباور تبدیل کرده است. ایران آمادگی دارد برای ساختن دنیایی بهتر با قدرت‌های جهانی و همسایگانش مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر و از جایگاه برابر داشته باشد. پاسخ مناسب به چنین پیامی که از ایران صادر می شود اعمال تحریم های بیشتر نیست، بلکه اجرای تعهدات قبلی در رفع تحریم ها برای بهبود واقعی شرایط اقتصادی مردم ایران است و زمین سازی برای توافق های بیشتر. من امیدوارم این صدا از ایران امروز به خوبی شنیده شود. متشکرم جناب رئیس. برکناری پدرخوانده حزب الله لبنان از سوی علی خامنه ای. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد حسن اختری یکی از مهمترین چهره های مرتبط با تشکل حزب الله لبنان را از تنها سمت رسمیش در مجمع جهانی اهل بیت برکنار و رضا رمضانی رئیس اتحادیه اروپای علما و تئولوگ های شیعه را جایگزین وی کرد. محمد حسن اختری را که از سال 1382 دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بود، برخی پدرخوانده و برخی دیگر پدر میدانی حزب الله لبنان می‌دانند. اختری در دو دوره زمانی از سال 1365 تا 1377 و از سال 1384 تا 1386 به مدت 14 سال سفیر ایران در سوریه بود. وی پس از پایان دوره 4 ساله سفارت علی اکبر محتشمی پور در سوریه و زمانی که حزب الله هنوز گروهی در درون جنبش عمل لبنان بود، به سفارت رسید. حضور 3 ساله اسرائیل در لبنان پس از جنگ 1982 و اختلاف بر سر نحوه مواجهه با اسرائیل سبب شده بود تا جنبش عمل که دبیر کل آن امام موسی صدر در لیبی ناپدید شده بود، دچار اختلافات درونی شود. در درون این جنبش گروهی از روحانیون و جوانان شیعه که در حزب الدعوه در عمل فعالیت می‌کردند، با مداخله ایران حزب الله لبنان را تشکیل دادند تا خروج اسرائیل از قالب بخشای لبنان در سال 1985.
حزب الله بخشی از جنبش عمل باقی ماند، ولی اختلاف بر سر نحوه مواجهه با اسرائیل در بخش‌های تحت تسلط آن در جنوب لبنان و همچنین حمایت منسجم ایران از این گروه سبب شد تا با اعلام جدایی از جنبش عمل به عنوان یک گروه نظامی جدید شیعه وارد مناسبات نظامی و سیاسی لبنان شود. علی اکبر محتشمی پور نخستین سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه ریز تشکیل حزب الله در دوره نخست و محمد حسن اختری مدیریت دوره دوم یا خروج از عمل و توسعه و تثبیت این گروه شبه نظامی را بر عهده داشت. اختری در پایان سفارتش در سوریه در سال 1386 در یک مصاحبه تفصیلی نکات مهمی را درباره دو دوره حضورش در سوریه به عنوان سفیر جمهوری اسلامی مطرح کرده است. او در آن مصاحبه نقش خود را پایه‌گذاری ساختار روابط بین ایران و سوریه و ایران و فلسطین و ایران و لبنان اعلام کرد. وی در زمانی وارد دمشق شد که ایران در بیروت سفیر نداشت و سفیر ایران در سوریه امور لبنان را نیز مدیریت می‌کرد. وقوع درگیری‌های مسلحانه میان آوارگان فلسطینی و جنبش عمل در لبنان سبب شده بود تا این کشور پس از خروج اسرائیل به شدت بی‌ثبات شود. اولین مأموریت اختری در دمشق ایجاد خط مصالحه میان گروه‌های فلسطینی و بخش‌های مختلف جنبش عمل بود. رابطه نزدیک بخشی از جنبش عمل با یاسر عرفات که در آن زمان با پشت کردن به ایران به صدام حسین نزدیک شده بود و همچنین حضور نیروهای مارکسیست و سکولار در آن جنبش سبب شد تا اختری به نمایندگی از جمهوری اسلامی به دنبال آماده سازی حزب الله لبنان برای خروج از جنبش عمل و تبدیل این گروه به شبه نظامی به بازیگر اصلی رویارویی با اسرائیل باشد. جدایی حزب الله از عمل آسان انجام نگرفت و طی چند ماه چندین درگیری مسلحانه بین این دو گروه رخ داد. اختری درگیری مسلحانه میان حزب الله و عمل را اتفاقی تلخ در آغاز مأموریتش در سوریه می‌داند و می‌گوید درگیری‌های بین عمل و حزب الله بسیار بد بود و نتایج منفی زیادی داشت. همه ما واقعاً از آن ناراحت و عصبانی بودیم. البته اختری خود با تحریک حزب الله به جدایی از عمل زمینه این درگیری‌های به قول او بسیار بد را ایجاد کرده بود. مذاکرات برای ایجاد مصالحه میان این دو گروه لبنانی در دمشق و با حضور عبدالسلام جلود، نخست وزیر و معاون قذافی، محمد حسن اختری و حسین شیخ الاسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی و قاضی کنعان رئیس دستگاه امنیتی سوریه به نمایندگی از حافظ اسد انجام می‌شد. سرنوشت تلخ میانجی‌های مصالحه میان حزب الله و عمل. عبدالسلام جلود که در مذاکرات جدایی حزب الله و عمل حضور داشت، دست راست قذافی و مهمترین چهره لیبی در ارتباط با ایران بود. پس از بالا گرفتن جنجال‌ها در رابطه با انفجار هواپیمای مسافربری پان امریکن بر فراز لاکربی، از نظام سیاسی لیبی حذف شد. جلود سالها بعد و با آغاز جنگ داخلی در لیبی به صف مخالفان قذافی پیوست. قاضی کنعان که در این مذاکرات به نمایندگی از حافظ اسد شرکت می‌کرد، از مخوف‌ترین چهره‌های امنیتی سوریه و مسئول میز لبنان در حزب بعث سوریه بود. وی به مدت 20 سال از سال 1983 تا سال 2003 رئیس استخبارات نظامی سوریه بود. پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و جانشینی بشار، وی در سال 2004 از سوی بشار اسد به عنوان وزیر کشور منصوب شد. ترور رفیق حریری در سال 2005 که تا چند ماه پیش از آن نخست وزیر لبنان بود، انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان، نظام سوریه و قاضی کنعان دراز کرد. تحقیقات در مورد ترور حریری زیر نظر کمیته‌ای از سازمان ملل انجام شد. از قاضی کنعان نیز در جریان رسیدگی به این پرونده بازجویی شد، ولی دو هفته قبل از اعلام گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، جسد وی در منزل مسکونیش پیدا شد. رسانه‌های سوریه مرگ کنعان را خودکشی اعلام کردند و مدعی شدند که وی با اسلحه‌ای که در اختیار خود داشت به زندگیش پایان داده است. جزئیات مشکوک مخوف‌ترین چهره امنیتی سوریه هنوز پس از 14 سال افشا نشده است. محمد حسن اختری دیگر ایرانی حاضر در آن مذاکرات تا 12 سال بعد و در سال 1377 سفیر ایران در سوریه ماند. با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 وی مجدداً به عنوان سفیر ایران به دمشق بازگشت. بازگشت وی به دمشق با استقبال سرد بشار اسد مواجه شد و فشارهای دولت اسد برای تغییر او سبب سرد شدن روابط ایران و سوریه به مدت 2 سال شد. یکی از رسانه‌های عربی در آن زمان جزئیاتی را از نارضایتی دولت اسد با سفارت اختری منتشر کرده بود. سوریه خواستار تعویض این سفیر با فردی شده بود که کمتر در امور داخلی این کشور دخالت کند. در اکتبر گذشته وی در این زمینه از سوی رهبران مذهبی سوریه مورد انتقاد قرار گرفته بود. اختری برای سوری‌ها فردی غیرقابل پذیرش است. فشار دولت سوریه نهایتاً منجر به تغییر وی شد. اختری که همزمان با دومین دور سفارتش در سوریه و از سال 1383 دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بود، روز 2 شهریور امسال با حکم علی خامنه‌ای از تنها سمت رسمیش در جمهوری اسلامی نیز کنار گذاشته شد. برکناری وی که صندوق اسرار جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان است و قرار نگرفتن او در پستی جدید یا نشان از بیماری و ناتوانی او دارد یا نارضایتی علی خامنه‌ای. شاید این اتفاق روزهای آینده این ابهامات را برطرف کند.
از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. ما در این مسیر پرچالش در پی رهایی میهن عزیزمان از چنگال دیکتاتور و ظلم هستیم و باور داریم که با تلاش همدلی همگان این هدف والا دست یافتنی است. در این مسیر نیازمند حمایت و همیاری شما هستیم. از شما درخواست می‌کنیم که با لایک کردن ویدیوها و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان و آشناهایتان به گسترش آگاهی و افزایش شناخت کمک کنید. هر لایک و اشتراک گذاری شما گامی به سوی رهایی و آزادی است و می‌تواند نقش بسزایی در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا کند.